اصلاح طلبان حکومتی در دوره‌های مختلف انتخابات در جمهوری اسلامی چه عمل کردی داشتند؟ گزارش حسن سربخشی. همزمان با آغاز سال 1358 خورشیدی و کمتر از دو ماه بعد از سقوط حکومت پهلوی در ایران، ابراهیم یزدی در مقام معاون نخست وزیر در امور انقلاب تأکید کرد شعار انقلاب جمهوری اسلامی بوده و نیازی به برگزاری رفراندوم نیست، اما انقلابیون برای رسمیت دادن به آن انتخابات برگزار می کنند. رفراندومی که آقای یزدی از آن سخن می گفت تنها موافقت یا مخالفت با برقراری نظام آینده ایران را در بر می گرفت و گزینه سومی برای انتخاب وجود نداشت. در نظام حکومتی جدید انتخابات تنها برای کسب مشروعیت از جانب مردم تعریف شد و مبنای همه قوانین را شرع اسلام تعیین می کرد. ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است، چرا که به ولایت فقیه سر سوزنی اعتقاد ندارد و همین امر باعث می گردد که نهایتاً در مقابل امام ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید. در سه دوره متوالی که همزمان با دهه اول انقلاب بود، مجلس شورای ملی به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شد. اما با مرگ آیت الله خمینی و همزمان با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه 1368، اعضای هیئت بازنگری قانون اساسی این نام را به مجلس شورای اسلامی تغییر دادند. آقای خمینی توی ذهنش در واقع ولایت فقیه بود که بعداً هم خودش تبدیلش کرد به ولایت مطلقه فقیه، و اگر کسی کتاب ولایت فقیه او رو هم میخوند میفهمید که مدلی که او تو ذهنشه اینست که یک نفر اختیارات فوق العاده ای داره که از اختیارات خدا و پیغمبرم بالاتره و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. به خصوص در اصلاحیه سال 68 دیگه جور این قانون اساسی نوشته شده که یک نفر به نام ولی فقیه همه اختیارات رو داره و در واقع انتخابات هم تو این قانون اساسی تعارفه. ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه 1379 همزمان با اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز روند اصلاح طلبی در نظام جمهوری اسلامی ایران بود. نمایندگان اصلاح طلب نزدیک به 80% از کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند تا اشتیاق و انتظار بالای جامعه آن زمان ایران برای تغییر و اصلاح را نشان دهند. تئوری جنبش اصلاحات این بود که با توجه به همین قانون اساسی یک نهاد هست به نام رئیس جمهور که به رأی عموم گذاشته میشه. اون فکر اون روزگار سال 1375 عمدتاً این بود که اگر ما یک نفر رو پیدا کنیم که شورای نگهبان ردش نکنه و بعد به مردم بتونیم بقبولونیم که به این رأی بدید، یک دوگانگی در بالای قدرت بین رهبر و رئیس جمهور ایجاد میشه و تو شکاف این دوگانگی ما میتونیم جامعه مدنی رو رشد بدیم، مطبوعات رو رشد بدیم، مجلس رو تصاحب کنیم و روند دموکراتیزیشن کشور رو طی کنیم. اون وقت در نهایت میتونیم پوسته قانون اساسی رو هم بشکنیم و قانون اساسی جدیدی بنویسیم. این تقریبا تئوری جنبش اصلاح بود. ولی اون آقای خامنه‌ای با ابزارهایی که دستش بود مقابله کرد، نذاشت این اتفاق بیفته. البته بی‌عرضگی های آقای خاتمی هم روش و اشتباهات مرگباری که پاره ای از اطرافیانش کردن و اون جنبش شکست خورد. اگر که دوره اصلاحات نبود شاید همچنان این ذهنیت پیش می اومد که خب ما فرصت ندادیم که این نظام خودش رو اصلاح بکنه و طبیعیه که الان این فرصت بارها و بارها در اختیارش قرار گرفت، نه تنها در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی، دوره که مجلس ششم بود، بلکه در دوره روحانی با اینکه
نه خودش رو دولت اصلاح طلب میدونست، بلکه دنبال یک رقیق اصلاحات کم‌مایه‌ای بود، اون هم می‌بینیم که این امکان رو فراهم نمی‌کنه. در ابتدای دهه 60 و در دو دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی به ترتیب 165 و 154 نفر از نمایندگان، یعنی تقریبا نیمی از کل نمایندگان این مجالس را افراد روحانی تشکیل می‌دادند. اکنون در 45 سالگرد انقلاب، چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان برای جلب آرای مردم، حتی از گنجاندن یک فرد روحانی در میان لیست نامزدهای خود نیز خودداری می‌کنند. تعمدی نبود که حتما روحانی در لیست ما نباشه، ولی در بین برخی روحانیونی که کاندید شده بودند، ما یه فرد شناخته شده ای که جاذبه لیست رو بالا ببره پیدا نکردیم. بسیاری قائل به اصلاح طلبی جامعه محور هستن، یعنی از دل جامعه، از دل فرهنگ باید این کار شروع بشه. بعضی ها معتقدن که اگر میشه فرصتی رو فراهم کرد که بعضی از نهادهای قدرت رو به دست آورد، برای اینکه وضعیت کشور بدتر از این نشه، باید از اون فرصت استفاده کرد، نگاه رو به در واقع قدرت دارن، چون همشون میدونن که انتخابات نه تنها آزاد نیست بلکه رقابتی هم نیست. و خب بعضی از این طیف ها که اخیراً هم تحت عنوان روزن طلبی 110 نفر از افراد شخصی که لزوما ممکنه همشون هم منصوب به طیف اصلاح طلب یا جریان شناخته شده اصلاح طلبان نباشن، امضا کردن، فکر میکنن که باید دیکتاتوری رو عقب زد، از این منظر وارد میشن. تجربه تشکیل 11 دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که مردم نه تنها به شیوه حکومتداری روحانیت شیعه بی اعتماد شدند، بلکه از اصلاح امور در نظامی که بر اساس ولایت مطلقه فقیه اداره می‌شود و اصلاح طلبان در جهت حفظ آنند نیز قطع امید کردند.